درود سازمان ملل گما می کنم که شما همین آهنگ معروف رو شنیده باشین که میگه مگه تموم عمر چند تا بهاره باقی مونده جز مختصری نیست بله تا کجا و تا کی می خواهیم ساکت بمونیم و دم نزنیم درسته که به طور کلی با حرف زدن و انتقاد و اعتراضاتی که می کنیم کاری صورت نمی گیره و قدرتمندان کار خودشونو می کنن. اما نکته مهمی که لازمه بدونیم اینه که اگه همه ما از اون که در اطرافون میگذره آگاهی داشته باشیم و آگاهانه به مسائل نگاه کنیم کمتر فریب میخوریم تا اینجای کارمون تا اینجای عمرمون رو با همه باورها و فلسفه های درست و نادرست به هر صورتی که بود گذروندیم اما حالا که در جهان با اتفاقات چشم و گوش باز کنی رو شده این و تشخیصمون بهتر شده آیا باز هم باید همچنان به سکوت و بی تفاوتی خودمون ادامه بدیم؟ بیاییم دست کم در این عمر باقی مونده برای راضی کردن روح و وجدانمون آروم نشینیم. با یکدیگه بحث و گفتگو بکنیم و به آسانی تسلیم مشکلات زندگی نشیم. اگرچه سیاست مداران فریبکار راه های پیروزی و حق بازی رو بلدند ولی اگه ما هم آگاهی های لازم رو داشته باشیم میتونیم تا حد زیادی در بسیاری از کارهای اونا تأثیر گذار باشیم. کما میکنم که دیگه همه به این نتیجه رسیده باشن که بسیاری از مشکلات بزرگ جهانی ناشی از پنج ابرقدرت زورگو یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه است که به خاطر منافع جاه شون حاضر نیستند دست از قدرت مطلقه خود یعنی حق ناحق وتو دست بردارن و اونا رو برای همیشه لغو کنن همونطور که قبلا هم گفتم با وجود حق ناحق وتو سازمان ملل به صورت یک مترسگ عمل میکنه یعنی هیچ در حقیقت این سازمان برای دلخوشی و ساکت و خاموش نگه داشتن بقیه جهان بنا شده و هیچ خاصیت دیگه هم نداره آیا میتونه جلوی حق ناحق وتو یا جلوی تجاوز و زورگویی های اونا رو بگیره کار سازمان ملل در حال حاضر صدور قطنامه های مختلف بینتیجه و محکوم کردن بی ها و زورگویی هاست تا دل ملت های ضعیف و ستم دیده خوش باشه من در حیرتم از بقیه جهان از جمله دولت کانادا که چگونه این امتیاز ناعادلانه رو بررسی نمیکنه تا بفهمن که مشکلات جهان به خاطر جاه های این پنج کشور پیروز در جنگ جهانی دومه که برای خودشون امتیازی ابدی به وجود آوردن. عدم اعتراض سایر ملت های جهان همگی نشونه اونه که هنوز از این پنج ابرقدرت وحشت دارن و به همین دلیلی که جرأت نمیکنن بگن که آقا دموکراسی یعنی رأی اکثریت و تا زمانی که حق ناحق به تو وجود داره رأی بقیه جهان به پشیزی هم نمیارزه برای جبران بخشی از قدرت اونا میشه در وهله اول امتیازات خاصی برایشون قائل شد مثلا در حالی که بقیه کشورها فقط یک رأی دارن اونا هر کدومشون سه تا پنج تا رأی داشته باشن و یا علاوه بر پنج نفر اونا هر کشوری هر کشور دیگه نسبت به جمعیت خودشون حق رأی داشته باشه به با عنوان مثال کشوری که تا ده میلیون نفر جمعیت داره میتونه فقط یک رأی داشته باشه مثلا ایران که بیش از 80 میلیون نفر جمعیت داره 8 رأی و هند که بیش از یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت داره 130 رأی داشته باشه اگه همه کشورهای جهان قدرت واقعی رو به سازمان ملل منتقل کنن به یقین با اتحاد و همکاری کل ملل میشه به زورگویی ها و استعدادهای جهان پایان داد میشه افزایش جمعیت رو کنترل کرد میشه آفریقای خشک و بیحاصل رو با تکنولوژی آباد کرد و اونو به یک مزرعه بزرگ جهانی با محصولات کشاورزی فراوان تبدیل کرد میشه محیط زیست رو نگه داشت و روی انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کرد تا دیگه نیازی به نفت و آلاینده های دیگه نباشه نکته اینجاست آنچه را که من میدونم به یقین دولت مردم و سیاست گذاران جهانی هم میدونن ولی اونا اون چیزی که مهمه اینه که چرا حرفی زده نمیشه و کسی هم کاری نمیکنه این بی توجهی و بی ادالتی تا کی باید ادامه داشته باشه همه باید به این نتیجه برسن که فقط یک منبع قدرت باید وجود داشته باشه که با مشارکت واقعی همه کشورها بدون امتیاز خاصی به مشکلات جهان بپردازه آیا تا کنون زورگویی ها و قلدری های این پنج کشور ابرقدرت که جهان رو به هم ریخته کافی نیست؟ برای خوشبختی جهان ملت ها نیاز به سازمان ملل متحد قوی و نیرومند عادل و کارگزار دارند و بس تا برنامه بعد پاینده و پویا باشید.